بحث دیگه که ما میشه بر این هست که سر مار رو چگونه میشه سر مار در اصل خود مار که نیست بلکه میشه گفت پاهای اختاپوس رو که در یک جنگ ترکیبی و جنگ تحمیلی باعث ایلی از طریق در یمن جهاد سامین حماس از قزه و همینطور در سوریه با زیر که سپاه قدس در اونجا ساخته از 8 هشتر شعبی گرفته تا لبنان حزب الله و با پشتیبانی تسلیحاتی و مالی به فرستاده میشه نه فقط تدارکات و آنچه که سامانه ها و برها تسلیحاتی که به اونها از طریق سپاه قدس به عراق و سوریه و سوریه به لبنان و حزب الله رسانی میشه بحث در این هستش که یکایی که فرماندهان آنان که در رأس حرم قرار گرفتن رو چگونه میشه زد یکی از واسم یکی از افراد بوده رزیال موسوی یکی دیگر از فرماندهان دیگری بوده که نقش برجسته داشتن در دا فرماندهان نیروی ویژه حزب الله غزوان و در کنار قاسم سلیمانی همینطور العروری یافت شده اند حالا چه در غزه باشند در یکایی که کشورهای مهمان دیگر حالا در ترکیه باشه یا سوریه باشه یا قطر باشه یا امارات باشه یا حتی تهران نیست به آنها میرسند واسمال طویل فرماده نیروی ویژه های رزوان هستش مثل نخبه های تروریستی که دوران واگنر رو در سپاه قدس گذروندن و در جنگ های ترکیبی و نامتعارف نیست با آمریکاییا ها برحال به دنبال جنگ جویی بودند حرف حال هدف قرار دادن خودرویت و سامات طویل در جنوب لبنان یعنی 15 کیلومتری جنوب لبنان اون رو میرسونه که شمال مرز اسرائیل نیست با یک تنشی روبرو هست با موشک برنان ها و آر پی جی و آنچه که راکت هایی که در حال حاضر حزب اه, نه, که در نقش محیط مدیریت مدر... عملیات حزب الله داشته در یک جنگ ترکیبی در ام... م... با اسرائیل و چند پی از طریق شمال به افرادی مثل فرماندهان نیروی ویژه حزب الله رضوان واسه همانا که مسئول رو بودن و کشتن سربازانی همچود یهودا گلد و و الداد رگ بودن در 2006 که به جنگ دوم لبنان انجامید التاویل مسئول ترایی همراه به جوامع اسرائیلی در امتداد مرز با لبران رو داشته و همچنین مسئول بمبی بوده که در 2023 در سای در نزدیک مگودیو منفجر شده و طبق هارت همچنین مشاهده میشه که سه رهبر دیگر حزب در حمله اسرائیل مورد هدف قرار گرفتن سه تن از ارشد حزب میشه گفت در حمله پهبادی اسرائیل به خودرویی که در اون در قندرویه بودند کشته شدند و به گزارش رسانه‌ها ها میشه گفت که جنوب لبنان به حال تنش آفرین هستش و حملات ایزای پهبادی اسرائیل هنوز ادامه داره بر طبق جروزالم پست. ارتش اسرائیل نیز در چارچوب میشه گفت نظامی حماس در شمال غزه رو به دنبال هست که بر بچینه تا اونجا که بکنه پاکسازی بکنه و در این چارچوب سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاریت گفته که ارتش هنوز به دنبال نامودی حماس در مرکز و جنوب غزه متمرکز شده و نبردها و شرک های موشک های پراکنده با وجود تسخیر کارخانه موشک سازی و راکت سازی و مواد شیمایی و منفجری که یافت شده که با کشته شدن بیش از شش یا نه نفر و مجروع شدن سربازان اسرائیلی همراه بوده همچنان در شمال غزه ممکنه که این نبردها ادامه داشته باشه اما زیر ساخت های گروه تروریستی دیگر نمیتونن حملات گسترده رو ادامه بدند به اسرائیل زن موشک و هدف گرفتن مراکز اسرائیلی در مورد مبارزه با تروریست در از به قول سخنگوی ارتش اسرائیل راه میانبری ما نداریم آنها به ما حمله کردن اگر استراتژی امنیت ملی اسرائیل برای این بوده که تفرقه بین دوست از یک طرف فاشیست و سرگ فاشیست و مذهبی اسلامگرار نفراتی در غزه و سرگ دیگه صاف در یهودا و سامره در این جنگ تحمیلی امی جو کرتش در حال ارتش اسرائیل در حال ساخت تجهیزات دفاعی جدیدی هست در مرز غزه که برال ساکنان اون که حالا ممکنه به 250 هزار نفر رسیده باشه از هفته اکتبر خانه خودشون رو آمدن ترک گفتن بر طبق تایمز اسرائیل بتونن به در امن و امان باشن به خانه های خودشون در مزاره خودشون برگردن و فناوری ها و برای کشاورزی آبیاری رو که حتی در اختیار آنان گذاشته بودند در باریکه که قصه که در 2005 به فرمان شارون شاول مفاز یوسی بیلین و شیمو پرس رو تخلیه کردن و در اختیار فلسطین گذاشتند گذاشتن با حاکمیت اسلامگرای جهاد اسلامی با پشتیبانی سپاه قدس و همینطور حماس رو شدن و سلفیگری و اینی که هر یک از پولهای هنگفتی که سی میلیون دلار از طرف ایران در از 36 سال فکر رو بکنین 360 میلیون دلار در سال که به حماس فقط وجاهات اسلامی میرسیده چگونه برای ساختن تونل های زیر زمین ترور و ترور مرگ بر زیر ساختمان های مسکونی زیر بیمارستان مهد کودک و حتی خونپاره هایی که زیر تخت های بچه های خودشون یافت کردن غیر قابل درک هست تا چند تروریزم ادامه داشته و راه مقابل با تروریزم نیست فقط با پاکسازی تونل های تروریستی حالا چهار کیلومتر در یافت شده ولی بیش از 500 کیلومتر تونل های عرض و طول آن که کامیون نیز میتونه رد بشه حالا از طریق رافیه باشه یا از طریق شمال به جنوب و غیره رو فقط با تسخیر و هندین کردن اونها ولی در مقابل آنچه که در حال حاضر ما در شمال اسرائیل در لبنان داریم بیش از چهل کیلومتر میشه گفت برحال تونل های زیرزمینی و تونل های برحال زیر دریایی دارند که تسلیحات از اون طریق قواسان به اونها میرسونن که مقابله بکنن به جز بین 150 تا 250 تا راکت و موشک های نقطه زنی که در اختیار حزب الله قرار داده شده در کنار فرماندهی رزوان که همان نخبگان تروریستی حماس بودن دورای واگنر رو بودن که به غیر تهاجم ببرن و فقط در حال مرز اسرائیل نیست که مورد هدف قرار میگیره بلکه غیر نظامیان هستند که مورد هدف قرار میگیر حالا چه غیر نظامیان فلسطینی در غزه باشه چه آنانی که در اسرائیل